بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحثی که امروز در خدمتش هستیم، امروز میخواستم از کتاب آقای مطهری براتون بخونم، اشتباهی آوردم امروز دیگر میخونم یه کتاب دیگر براتون آوردم دیگر. امروز گفتم امروز میارم، هر روز میاوردم یادم میرفت بخونم، یعنی نمیشد وقت. امروز گفتم بیارم حتما هم بخونم، دیگه گفتم عرفت الله به فسخ العزائم معلوم، هر روز میاوردیم نمیشد بخونیم. امروز که قصد جدی کردیم بخونیم، یه کتاب دیگه آوردم. خب انشاءالله خیر باشه. در بحثی که در محضرش هستیم، آخرین شبهه در بحث تعدد زوجات رو که سوال چهارم بود و اشکال چهارم بود با جواب چهارم ایشون، در جواب چهارمی که سوال چهارمی که وارد شده بود این بودش که شما اگر بخواید که بحث تعدد زوجات رو تجویز بکنید، شخصیت اجتماعی زن پایین میاد، یه زن در مقابل چهار تا زن در مقابل یه مرد قرار میگیره، در حالی که خودتون اقلا در بحث ارث یه دو زن رو در مقابل یه مرد اقلا قرار دیگه، بیش از این دیگه تحقیر نکنید. این سوال به اصطلاح اشکال مستشکله که بیان اینجوری میکنه که تو نگاه الهی این در حقیقت پایین آوردن شخصیت زنه. و بعد مرحوم علامه بعد از این که این بحث رو میگه که کسی مثل اسلام با توجه به تاریخی که نقل کرد دفاع از حق زن نکرده، شاهدش هم این است که تمام قواعد قدیم و جدید رو در رابطه با دفاع از زن آورد و نگاه به زن و بعد نگاه اسلام آورد که نشون میداد که هیچ کدوم مثل اسلام. لذا این حرف نمیچسبه، این وصله دیگه شبهه ناچسبه که بخواد تحقیر زن رو در مقابلش، در مقابل اونم ملل و ادیان دیگه، که این راه نداره. اما ایشون به اصطلاح میفرماید که عده ای از خود به اصطلاح غربی ها و دیگران گفتن بهترین مدل برای جلوگیری از بحث انحرافات اجتماعی و گسست‌های اجتماعی همین بحث تعدد زوجاتی که بعضی از نقدهاش قبلا خدمتتون عرض کردیم که حتی تظاهرات شد تو بعضی کشورها مثل آلمان و بعضی جاهای دیگه، بعضی شخصیت‌ها یه مهمی در کشورهای غربی تو طول زمان درخواست کردن که این به عنوان قانون تو کشورشون تبدیل بشه و از امثال اینها که اینا آورده. یکی از نکات دیگری که ایشون به عنوان این مثلا تا اینجا شبهه ها تمام شد، منتها یه بیانی رو اینجا در آخر میکند که قوی ترین چیزی که تشبس پیدا میکنن به او مخالفین تعدد زوجات، سلام علیکم ورحمت الله، بحث استعداد به اصطلاح اون احساسات زن است که در اینجا چی شده که یه بارم دو اوایل بحث مثلا اینجا مفصل تر وارد میشن که این احساسات که نظام فطری بر او تنیده شده با این زیر سوال میره، به خصوص نظام خانواده که مبتنی بر یه چی هستش؟ استحکام است، که اگر استحکام به هم بریزه، محبت های توش فرو بریزه، قطعا خلاصه چی میشه؟ قطعا خلاصه تو اون خانواده، تو اون نگاه اجتماعی، اونجا همه چی از هم پاشیده میشه. لذا اگر زن مردی رفت زن دیگری گرفت، تمام پشت پا زده به تمام اون دایره عواطف و احساسات و محبت ها، لذا زن هم در مقام انتقام برمیاد و گسست خانوادگی سبب گسست اجتماعی میشه. این بحث رو به عنوان قوی ترین ما تشبس اقوا ما تشبس به هی مخالف و سنت تعدد من علماء الغرب و زوغوه، این رو خیلی هم خوب زربرق پیچیش کردن فی اعیون ناظرین که ما هو میگه بهتر از این چی میخواید که نگاه کنید به خانه های مسلمان ها. ما فی بیوت المسلمین تلک البیوت المشتملت علی زوجات عدیده، بهترین برای تحلیل شی اون تحقق و واقعشه. ببینید اونجا که واقع شده چه آثاری داشته، نگاه بکنید ببینید اون خونه هایی که تعدد زوجاته آیا آرامش رو دیدن، آیا روی محبت رو دیدن، آیا در حقیقت حل شده مسائل، اونجاها الفت دیده میشه، آیا این چیزا هست یا غیر از این هاست. خب البته دلیل بیانش بیان چی هستش؟ بیان درستیه. عمدتا تو خانه هایی که اینجوری هستش، غیر از کینه و عداوت، و نمیگیم همه ولی عمدتا اینجوریست، غیر از کینه و عداوت و بیچارگی هر مرد و زن و همه شون،
یعنی مردم خلاصه در اونجا همون حکایت اون کسی است که خیلی تعریف کرده بود، بعد یک کسی دیگر مبتلا شده بود، بعد خلاصه شب هیچ کدوم نه این راش داده بود نه اون، رفته بود مسجدی بالاخره پیدا کرد بره بخواست، تاریکی مسجد داشت میرفت، سر صدا یک شد، اون فهمید یکی دیگه هم هست، دید این همون است که بهش توصیه میکرد، یعنی اونم در بدره، نه این راش میده نه اون راش میده، آخر مجبوره که همینجا سر بذاره، یعنی از یه خونه که آدم در میاد تو هیچ خونه ممکنه اوائلش بالاخره یه شیرینی هایی داشته باشه، ولی تو ادامهش معمولا به این راحتی قامه محقق نمیشه، بالاخره سختی هایی. حالا این مستشکل این بیان اشکال رو میکند، با بیان این اشکال که تنقلب و جمیع العواطف و یه حسد که میاد، حتی مریضی تعبیر این است که داء الزرائر، مرض هووها، مرض هووها میگه اصلا این حسد مرض هووهاست، توی خانه که این حسد آمد همه چی رو میسوزونه، هیچ عاطفه‌ای رو باقی نمیاد، هنوز چیزی نگفتیم، هم تو داریم تقریر میکنی، بله؟ تو همین اولش که میگه این درد ایجاد میشه که اختلافات هستش، همین امروز من هم میگن که آقا طلاق میبینی چقدر زیاد شده، اصل ازدواج هم که اصلا تشکیل نمیشه، چرا خودمون پابند یه نفر کنیم، بریم دوستی کنیم با چندین نفر تا آخر عمر؟ خب طلاق که حل نمیکنه که، میگن خب ما وقتی میریم ازدواج میکنیم تو طلاق میگیریم، اصلا از اول چرا ازدواج کنیم؟ میگه بیایم دوستی کنیم اصلا. حالا اون رو اینقدر روشون نمیشه اینجوری بگن که اصلش طلاق مثلا دیگه، اون این دلیل طلاق نیست. طلاق انقدر زیاد شده میگه الان خیلی زیاد شده. ابن نداره میگه طلاق هم مثل قطع دوستی. حالا میگه 60 درصد زندگی زیر 60. حالا ابن نداره میگه طلاق مثل قطع دوستیه دیگه. بالاخره دوستی‌ها رو قطع میکنن یا نه؟ میگه طلاق هم مثل قطع دوستیه دیگه. میگه ازدواج بکنی ولی طلاق هم راحت باشه. که راحت مثل دوستی که پیدا میکنی بعدش هم قطع دوستی میکنی، اما تعداد زوجات که میاری بلای خانمان سوز میگه اینا میشه، یه دفعه اون چیز قبلی رو میسوزونی، اون در حقیقت سوخته میشه که تنقلب و جمیع العواطف بل احساسات رقیقه التي، این احساساتی که جبلت علیها النساء من الحب، ولی زن بر این اصلا تنیده شده و خلق شده بوده، من الحب بلین الجانب بر رقه و رعفه، یعنی زنی که تمام وجودش مهر و محبت باید می بوده، حالا میشه چی؟ کینه، نفرت، مقابله، به صلاح دعوا دائما، یعنی دنبال بهانه‌گیری میشه با تعدد زوج جدیدی که میاد، به صلاح زنی که رقت، رعفت، شفقت، نوس، حفظ القیب و الوفا، همه اینها در حقیقت بوده و المبده و الرحمه و الاخلاص به نسبت الی الزوج و اولاده بوده، این در حقیقت جمیع ما یتعلق به الی ازدادها، هر چی که بوده به ازدادش تبدیل شد، فینقلب البیت الذی هو سکن للانسان یستریح فی من تعب الحیات البومی، میگه اگر از خستگی کار میامد و تعلم روح و جسم مشاق الاعمال، همین که میمد تازه خونه میشه معرکت القتال، معرکت و قتال یستباه فیه النفس و الارض و الماء و الجار، همه اینها در قصی میشه زیر سوال میره و دعوا لا یؤمن فیه، هیچ لا یؤمن فیه، هیچ چیزی در امان نیست در اینجا، من شیء لشه، هیچ چیزی سر جاش دیگه قرار نمیگیره، ظرف شکسته میشود، امنیت ها زیر سوال میرود، یتکدر فیه سفق العیش و ترتهب لذت الحیات و ضرب و شتم و سب و لعن و سعایت و نمیمت و رقابت و مکر و مکیده و اختلاف اولاد و بچه هایی با بچه های او سر جنگ و دعوا پیدا میکنن که اینا ها به بچه ها کشیده میشه، اینا همه مستشکل داره میگه دیگه، و رب من جر الامر الى هم، تا به جایی میرسه گاهی قصد مرد کشتن هم دیگر رو میکنن، الى هم زوجه دیگه به اهلاک زوج، یعنی همدیگر رو یا نه زوج رو بکشن، حتی مرد رو، یعنی این مردی که این بلا رو به سرشون آورده دست به یکی بکنن، هووها با هم مرد رو بکشن، و قتل بعض الاولاد بعضن او اباهم، و اولاد گاهی در این صدد برمیان که خودشون همدیگر رو بکشن یا پدرشون رو بکشن، و تتبدل القرابت بینهم الى الاوتار التي تسحب في العقاب، هی دیگه حالا میشموره این یه نکته، میگن ازف الى ذالک ما یسری من ذالک الى المجتمع، اگر در خانواده ها اینجوری اتفاق افتاد که تو خانه نمیمونه فقط، که این به فامیل و به محله و به اجتماع همین چی میشه، اگر قرار بود عمومی باشه سرایت میکنه، لذا میبینی اجتماعی که بنابر محبت بود بنابر چی میشه توش؟ همش کینه و نمامی و دغلی و دروغ و نفرت و اینا تبدیل میشه، تبدیل میشه به فساد اخلاق، شقا و زحمت در مجتمع، قسوت و ظلم، بغی و فحشا، انسلاب امن و وسوق، و خاصه ازا اضیف الی ذالک جواز و طلاق، اگر جواز و طلاق رو هم به این زمینه بکنی که فعباحت و تعدد زوجات و طلاق
این ینشعان فی المجتمع رجالا زواقین، که این باعث میشه که از این طرف زن بگیرد، از اون طرف هم چیکار بکند؟ طلاق هم بدهد. یک مردانی نتیجه چی میشه؟ مردان اهل شهوتی که هیچ چیزی دیگه براشون پایان پذیر نیست، هم قدرت بر طلاق دارد از یک طرف، هم در حقیقت قدرت بر ازدواج مجدد دارد از طرف دیگری. این چیزی از مد به غیر از حرص و شهوت و اینا باقی نمیگذاره که اینها رو مثلا ما میدان دادیم به شهوت رانی این و تولو علی اخص حاضهی و ترک تلکر و رفع واحده و وضع اخرى و لیس فی الا تضییع نصف المجتمع. میگه این اقلا نصف مجتمع رو که زنانه ضایع میکند، و وقتی نصف مجتمع ایجاد شد و اشقاءه نصف المجتمع و اشقاء اون شقاوت اونها و هو قبیل النساء که نصف و بذالک یفسد. و اگر زنان هم فاسد شدن یا به اصطلاح قساوت کشیده شدن، همه اجتماع فاسد و قصی می شود. هازا محصل مذکر رو یه صفحه ایشون اینجا اشکال اون بله بوده الان ظاهرا کلی پرورش داد اشکال اون نه دیگه، اینا رو گفته بودن دیگه. حالا الله بنده خدا که دیدی تو همه فصول منصفانه اومد جلو. هازا محصل دیگه میگه، یعنی اینقدر دیگه تندش نکن. هازا محصل مذکر رو و هو حق غیر انه انما يرد على المسلمين لا على الاسلام و تعالیمه. میگه اینو توجه بکنید، یه موقع از یه قانونی بده، یه موقع اجراش بد میکنن. میگه اصل قانون رو شما بهش اشکال نکردید، اومدید میگید اجرا بد میشود، اجرای بد رو دلیل بر بد بودن قانون گرفتید. میگه این اصل غلطی است که اگر جای انسان بخواد یه قانونی رو نقد بکنن، اونم یه قانونی که تو زمانهای مختلف برای مکانهای مختلف و زمانهای مختلف در نظر گرفته شده، تو یه جایی که انجام میشود او بد اجرا شد، اینو دلیل بگیریم یعنی که اصلا این قانون بد است. میگه اینجوری نیست. اولا این بیان رو مرحوم علامه نداشته، تو صدر اسلام مواقع غیر از اسلام، چون مخصوص اسلام هم نبوده، این انجام میشده و این مسائل تو خیلی از جهان نبوده، اما در این حال اون استناد نکرده، گفته این مربوط به اجراست، این در قانون شما نقد نکردی که اشکالی که ما تبیینی که نسبت به قانون کردیم نیومدی اون رو بری زیر سوال، اومدی تو رفتار این رو داری چیکار میکنی؟ تحلیل و ارزیابی میکنی تو رفتار مسلمان ها. این شبه بر مسلمین باره نه بر اسلام، لذا تعالیم اسلام با این زیر سوال نرفته. اگر عمل به دستورات اسلام نمیشه و درست دیده نمیشه که فاین خفتم الله تعدلوا فواحده، با اون نگاهی که خود علامه داشت که اگر حتی کسی نگاهش بزن فقط یک کالای شهوت انگیزه، فقط برای اینه، اون والی مسلمین حتی میتونه به این زنم یه زنم نده، چه برسه که به این اجازه بده 3 تا زن یا 4 تا زن بگیره. اگر کسی نگاهش بزن حیوانیته، این اگر والی دستش باز باشد و قدرتمند باشد، به او حق ازدواج هم نمیده با این نگاه، چون داره چیکار میکنه؟ ضایع میکند یک نفسی را با این نگاه، حق ندارد این ضایع بکند. باید دست این رو از یک زن با این نگاه اسلام میگه نگاه بکنید. اسلام با این نه اون منظری که همه رو در حقیقت هر رفتاری میکنن و هر شرایطی باید به اسم اسلام بخواید بگذارید، که این نگاه نیست. چرا؟ از این برم میبینید که خانواده های تعداد زوجات داشتن، خیلی هم در خلاصه آرامش زندگی میکنن و اینجوری نبوده که اینها در حقیقت همه هر کی این کارو میکنه به فز، البته اکثری رعایت نمیکنن و در اثر شدت شهوت هم به این دست میزنن، نه از باب تکلیف. یه موقع کسی از باب تکلیفه، یعنی واقعا میبینه که همونجوری که دلایل قبلی بود، تعداد زنان زیادتر شده و زنانی که زیادتر شدن فساد انگیز شده تو اجتماع و این باعث شده اجتماع قوامش از دست برود. هر یک زنی که ازدواج بکند، تعداد زنانی که میمانند کمتره، فسادی که تو اجتماع ایجاد میشود کمتر ایجاد میشود. بالاخره این رو باید براش چاره جویی کرد، همونجور که وضعیت آماری هم جلسه گذشته قدری صحبت راجع به این شد. اما این نگاه در حقیقت یه نگاهه که عده‌ای رو بر این به عنوان مثلا یک نگاه الهی بخوان نگاه بکنن. من تا اینو حالا محمل نکنید بهت بزنید تو سر زناتون بگید ما دیگه خیلی متقی میخواییم باشیم، اثرش این است که اولین جهت تقوایی که میخواییم رعایت بکنیم این است که ما یه 4 تا زن بگیریم 3 تا دیگه، تا اینکه واقعا تعداد زنها چی بشه؟ تعداد زنها در خیابونها و موندن در خانه ها و اینها کمتر بشه، ما خدمتی کرده باشیم. میگه حالا بله وقتی که تبعیت اکثریت از قانون کلی از بین بره و صورت نگیره، خود جهل اون قانونم، اگر قانون بشری باشه، حرف شما اگر قانون بشری باشه، ما
مطابق با میل اکثریت نباشه جعلش غلط، اما اگر قانون الهی باشه مطابق با میل اکثریت نباشه جعلش غلط نیست. خدا حالا همینو میگه مرحوم علام، حالا بعد اینو میگه، میگه اینا نگاهشون این هست که قانون رو ارزیابیش رو چون به میل و احواء بشر ناظر میدونن، میگن باید قانون مطابق میل باشه، مطابق میل بشر باشه، و قانونی که جعل شد مطابق میل بشر و حد بشر ارزیابیش هم با رفتار بشره، چون مطابق میل باید جعل میشده، ارزیابیش هم با همون رفتار بشره. یعنی اگر یه قانون رو نپسندیدن و انجام ندادن معلوم میشه که این قانون غلطه، چون معیار ارزیابی اینه. اما اگر معیار ارزیابی این نبود که میل بشر چیه، که حتی میل انحرافی باشد، بلکه ملاک ارزیابی این بودش که قانون رو به عنوان عقلانیتی که میتونه اصلاحگر باشه و لازم است، اگر نگاه کردی ممکنه برای اکثریت حتی چی باشه، تلخ باشه ولی لازم باشد. اگر حتی برای اکثریت تلخه ولی لازم است، توی برهه میبینی عده‌ای سختی میکشن، اما یک راحتی رو برای مثلا چی ایجاد میکنن؟ برای در حقیقت آینده اینها. لذا الان برایشون سخته ولی تن میدن و به اون راحت میرسن. یا به لحاظ بدنی سخت است ولی به لحاظ چیه؟ مثلا روزه گرفتن یه قانونه، اما این قانون در حقیقت به لحاظ طبع اولیه بشر سخته، ولی منافعی که برای بشریت هم از جهت جسمانی هم از جهت روحانی دارد، چون انسان فقط جسم نیستش که، با این نگاه در حقیقت قانون ارزیابیش به لحاظ رفتار نیست. استاد ممکنه کسی بگه که چون مهم ما این بحثا، چون این الان تمام میزان و معیار رو رفتار بشر میدونن، و چون چرا رفتار میدونن؟ چون قانون رو اشباع رفتار، اشباع امیال بشر میدونن. یعنی قانون آمده تا چیکار بکنه؟ امیال بشر رو اشباع بکند، حالا نظاممند نگید، اشباع بکند، یعنی بتونه حد اکثر فایده رو به بشر برساند، درسته؟ و اگر اکثریت این رو نپسندیدند یا انجام ندادند دلالت برای میکند که این قانون مفید نیست و قانون غلط است. میان توی همین جمهوری اسلامی قانون جعل میکنن که آقا کسانی که مرز نشینن حق یک سری واردات بدون مثلا گمرک و عوارض ندارن، بعد یه سری سودجو میان از این استفاده میکنن. خب گاهی وقتی میبینه اکثر این جعل قانون نداره به سودجو میرسه، میان از قانون ردش میکنن، کنسلش میکنن، چون میبینن نتیجه که داره اتفاق میفته همش ببین اون قانونی که بشریه درسته، قانونی که جعلش درسته. نه ما داریم نگاه رو میکنیم، میگیم آیا ارزیابی قانون با رفتار بشر صحیح به صورت مطلق یا نه. الان بین الهی و غیر الهی هم بحث نمیکنیم، میگیم قانونی که عقلانیت ملاکشه، یعنی حتی ممکنه که اکثریت نپسندن یا انجام ندن. پسندیدن بعد اینکه باب سودجویی و سوءاستفاده رو باز الان نگفتی. اینا ببین عنوان سودجویی و سوءاستفاده نیست در اینجا، ببین عنوان رو داریم میگه. عنوان در اینجا این است که این قانون اگر حاکم بشود یا حاکم شده در جاهایی که حاکم شده، در جاهایی که انجام دادن، باب کینه و عداوت باز شده، نه باب رحمت و در قدر عفت. میگه تو خانه هایی که این تعدد زوجات شده میبینید کینه و عداوته. پس اگر اینجوری پس معلومه قانون غلطه. این صغرا کبرا چیده؟ میگه این قانون در حقیقت هر جا که اجرا شده غیر از کینه و عداوت به دنبال نیاورده. پس چون بشر غایتش رحمت و رقت است، این قانون غلطه. این قانون غلطه. بله اگر بشر قاعدش بر کینه و عداوت اون بوده، پس معلومه قانون خوبه، انجامش کینه رو بیشتر کرده، قانون خیلی خوبه. نه، چون بشر بنابر رحمت و در قدر رعفت هست تو نظام اجتماعی، این قانون معلوم میشده که در مقابل این حرکته، و معلوم میشه که رفتاری که ایجاد شده قانون غلطه. ارزیابی قانون با رفتار چی؟ کسانی که براشون جعل شده، این رو داره تحلیل اینجوری میکنه. و الا اینکه او سوء استفاده بشه یا نشود یا قابل سوء استفاده بشه، اون بحث دومی که توی این مسئله میشه، اونم یه شعبه از اینه، ولی فعلا داره تو اونجایی که محقق شده رو داره ارزیابی میکنه. این نگاه که عرض کردم که جعل قانون یه بحث، رفتار قانونی بحث دیگریست. اگر قانونی به گونه ضعیفه که این قانون هر کی عملش میکنه به این میرسه، ضعف قانون باشد البته، اما اگر درست انجام ندادن مواد قانونی باشد، اون قانونی که میگه که من به شرطی به تو اجازه میدم
که عدالت و قسط رو در نظام ظاهر و تمام اون اجرا بکنی، حقوقی رو انجام بدی، یکی دومن در مقابل قانونی که اگر تعدد زوجات رو نذاشتی میخواد فساد آشکار بدون تعهد باشد، یعنی میخواد ارتباط مردان با زنانی باشد بدون تعهد، نه که جلوی این گرفته میشه. آیا تو کشورهایی که تعدد زوجات نیست کینه بین مردان و زنان ایجاد نمیشه که مردش در حقیقت با زن غریبه ارتباط پیدا میکند؟ خب چرا؟ آیا اگر میگه محبتش رو کم کرده نسبت به من به دیگری سرمایه گذاری کرده، در اون جایی که معشوقه پیدا میکند محبتش رو سرمایه گذاری نکرده؟ محبتش رو در جای دیگه سرمایه گذاری نکرده، اونجا خب اونها محبتش رو که بالاتر هم سرمایه گذاری کرده. اگر اینجا مقید به قید ان خفتم الا تعدلوا، این اگر در اینجا این آمده، در اونجا که اینم نیامده، که در اونجا که آزاد مطلق است. این دو تا جامعه رو الان باید با هم قیاس بکنیم، نه یه جامعه پاک عاری از هر دغلی و عشق و عاشقی خارج از نظام متعارف خانوادگی، این رو قیاس کنیم با یه خانواده جامعه متعدد زوجات. این تعدد زوجات یک امر جعل شده برای نجات اون بحرانی است که برای بشر جعل شده، که همیشه هست و همیشه هم بوده. اگر این رو نگاه بکنیم، بخوایم این رو بسنجیم، باید با کجا بسنجیم؟ سنجش این تعدد زوجات با کجاست؟ باید با اونجایی باشد که این تعدد زوجات انجام نمی شود، ولیکن همه اینها در حقیقت چی باشه؟ توی جامعه امروزی مقابل این، نزدیک به این که بگیم ولیکن همه چی هم سر جاش گل و بلبله. خب نیستش اینجوری که، این گل و بلبل که سر جاش نیست. اونا مگه رفتارشون این خیانت ها به همین مقداری که تعدد زوجات در اینجا هستش، به اشد مراتبش و اشد تعدادش در اونجا روابط غیر مشروع محقق است. ولی دیگه نه، حالا که غیر اشد از این تعدادن، حتی همین مسئله مطرح مونده، اینجا تعهد در قبالشه. میگه تو فرزند اگر آمد قاعده دارد، ارتباط اگر بود قاعده دارد، زن در اینجا مثلا مواد مدافع مثل زن همسر اوله دیگه، تمام در حقیقت نظام مثلا قانونی برای دفاع از او مهیا شده. این در حقیقت به قول شیخ مطهری قانون تعدد زوجات اصل جعلش در دفاع از زن است، به جای اینکه بگیم تعدد زوجات دفاع از مرده، اصل در حقیقت جعل تعدد زوجات در دفاع از زن است. لذا تعبیری که حالا مرحوم علامه میاره، بعدن اینجا میرسیم بهش، اگر به جایی برسد که حاکمیت تشخیص بده داره ظلم به زن میشود، یا مثلا به گونه ایست که تعداد زنان کمتر از مردان است، اینا رو ببینید، اینا رو علامه داره میگه، آقای مطهری هم میگه، اگر در جامعه باشد که تعداد زنان کمتر از مردان باشد، یا ظلم به زن داره محقق میشود، حاکم و ولی میتواند به طور محدود چکار بکند؟ جلوی اجرای این قانون رو بگیرد تا این ظلم در حقیقت چی بشه؟ یا تعدادی که کمتر است دیگر مردان از حق ازدواج محروم نشن، چون یه قانون واجبی که نیستش، که میگه این انجام دادنش چنانچه، یه تعبیر علامه خیلی زیباست، میگه چنانچه یک فرد برای نسبت به تعدد زوجات اختیار دارد، مختار است که این کار انجام بده، تکلیف نیست براش که انجام بده، چون مختار است، همین حق نسبت به والی که مغز متفکر اجتماع است، که اجتماع بدن اوست، اون مغز متفکر اگر شرایط رو نگاه کرد، دیدین شر با نگاه همون والی که والی عادل باشد، والی مثلا حالا بگید معصوم یا در حقیقت معزون از قبل معصوم باشد، با این نگاه اگر به تشخیص رسید که اینجا امروز اجرای این قانون چی هستش؟ اجرای این قانون صدمه میزند به نظام مسلمین الان، میگه میتواند به طور موقت، نه به قانون بد است، نه بگه تعدد زوجات غلط هست، بگه چی هستش؟ اجرای او به طور موقت محدود میشود و الان میکنه حق ندارن، یعنی جلوی مثل مردی که خودش احساس میکنه به تک همسری راضی است و دیگه در حقیقت اونجا اقدام بر نمیکنه، والی همین حق رو دارد، اینو به عنوان حکم حکومتی علامه میپذیرد که اون اشکالی هم که بعضیا کرده بودن که در جایی که تعداد زن ها کمتر باشد از مردا، شما چی میگید؟ اگر بگید در شما تعلیل و نه تعلیل، حکمت آوردید، دیگه از حکمت ها که زیاد بودن زنان بر مردان است به طور متعارف، که گفتیم تو قاعده از جمعیت شناسی هم همین برمی آمد و اینها،
تو بعضی از سنین به خصوص میگه اینجا نه ایبی ندارد که این قانون رو اجراش رو معلق بکنن، نه قانون رو بگن غلط هست، ولی بگن فعلا در حقیقت لزوم اجرایی ندارد. مثل تهدید نسل که انجام شد، مثل تهدید نسل، بله مثل تهدید نسل، به طوری که چی باشد؟ با تمام ضوابط باشد، نه از حد خارج بشود. بله خب این یه بحثی بود که ایشون کرد که این بر مسلمین است و این در حقیقت حاکمان مسلمان ها تو طول تاریخ، نه فقط مسلمان ها اینو رعایت نمی‌کنند، بلکه حاکمان مسلمان ها در طول تاریخ اسلام به خصوص بعد از دورهای مختلف که خود اینها بدترین ها بودند در اینکه این رو حرم سراها درست کرده بودند، چه سوء استفاده هایی از این قانون کردند که باعث شده بود که بقیه هم به تبع اونها چیکار بکنن، این قانون درست استفاده نکنن و ضربه های کاری بر این قانون بذارن. لذا این گناه ایشون تعبیرش این است که حالا اینم میگه که این پس اول بر والیان مسلمان بوده، بعد بوده و ذنب فی ذلک عائدون، اینم دقت بکنید، حالا جلسه مردانه است بالاخره، و ذنب فی ذلک عائدون الی الرجال دون النساء. اولین در حقیقت گناه این مسئله که این اختلال ایجاد بکند به گردن مردان است، و ذنب فی ذلک عائدون الی الرجال دون النساء والاولاد و این کان علی کل نفس ما اکتسبت من اسم، اگرچه هر کی تو جای خودش هر گناهی که بکند به گردن اوست، اما این قانون عمدتا از قبل مردان که وقتی زن جدیدی میگیرد رعایت درست حقوق رو نمی کند، اون نگاه صحیح رو ایجاد نمی کند، در اثر شهوت رانی محض میخواد این کار رو بکند، یا نه حتی حق اون همسر سابقش رو درست استیفا نمی کند ولی میلش به دیگران افتاده، حق او رو تو نگاه اولم استیفا نمی کند ولی میلش به چی افتاده؟ به دیگران افتاده، دلش یه چیز دیگری رو گرفته. میگه این گناه برگردن این نیست که کینه رو ایجاد می کند، این نتونسته، این وقتی دومی میاد دومی دلش رو پر میکنه، اولی رو بی‌اعتنا میشه، کم اعتنا میشه، میفهمه طرف که در حقیقت چی شده، این کینه ایجاد میشه. بازم گناه برگردن کیه اینجا؟ زن برگردن مردان است. دونه اعتراض داریم، نداره اعتراض داشته باشد، حالا اعتراض باشد میگه حالا جلسه بذار به پایان برسد بعد اعتراض دون النساء والاولاد و این کان علی کل نفس مکتسب و ذلک نصیرت هؤلاء الرجال و تفدیتهم سعادت انفسهم. میگه این مردها در حقیقت نگاهشون به نگاه خودمحوری است در اینجاها، یعنی اون نگاه خودمحوری است. مرحوم علامه، مرحوم شهید مطهری بیانی دارد، چون مرحوم علامه استفاده کرد که طبیعت مرد مخالف نیست، چون بعضی خواستن میگن طبیعت اولیه مرد مخالفه مثل زن، طبیعت اولیه مرد مثل طبیعت زن مخالفه، مرحوم علامه سه مرزه، یکی این که آیا طبیعت اولیه مرد با این سازگاره، با این مخالفه، لا اقتضائه، لا اقتضا بودن یه بحثه، طبیعت سازگار بودن که میل اولی باشد این ضرورتاً به یکی قانع بشود، این یه بحثه، دقت میکنی؟ یه بحث هم این است که نه اصلا لا اقتضا است، لا اقتضا یعنی این مخالف نیست، اما طبیعت از اول هم کششی برای ندارد که بخواد موافق باشد، هر کدام پیش آمد برای طبیعت چی هستش؟ امکان پذیر است. شهید مطهری به این قائل است که لا اقتضا است، میگه مخالف با تعدد همسر نیست طبیعت، اما این گونه هم نیستش که موافق باشد. دلیل رو چی میگیره؟ بیان مختلفی داره تو همون کتاب به اصطلاح تعدد زوجاتی که بیان کرده، چون مقالات تعدد زوجات اونجا به خصوص اینو میگه که تو اسلام تک همسری قطعا راجعه، تک همسری قطعا راجعه، و اگر قرار بود طبیعت مرد ابتداعا در حقیقت میل به تعدد توش باشد و طبیعت باشد، تک همسری راجح بودنش وجهی نداشت. این از کجا میارن راجحه؟ استفاده بیان داره اونجا که راجح هست، هر چند که تک همسری راجح هست اما نسبت به تعدد زوجات چیه؟ منعی ندارد، چون در حقیقت اینا هم چی هستن؟ لذا میبینید که تک همسری اگر راجح شد این اصل اولی میشود اونجا. علامه اینجوری نفرمودن، اما علامه هم نفرمودن که چی هستش؟ نفرمودن که طبیعت اولیه بشر با این سازگار است و الا باید اکثریت چی باشن؟ به این سمت میل کنن، در حالی که همیشه تعداد زوجات به نحو اکثری نبوده. توانمندی نیست، یعنی راجع زوجیت نه تک همسری. توانمندی مردان اگه باشه، مردان توانمند دیگه از نظر اقتصادی، از نظر غریزی، از نظر اعتبار اجتماعی بتونن اینو تدبیر بکنن، کمن. خب اگر خلاص اینجوری مرد... قصر اکثری،
یعنی اگر تو اجتماع اینجوری بود میشد قصر اکثری. قصر اکثری هم چی میشه؟ ایجاد خودش اختلال میکنن. یعنی اگر طبیعت اینو میخواست و این مانع ایجاد شده بود، باید بر حکومت بود چیکار باید میکرد؟ حکومت اسلامی باید قانون میذاشتن. مثل که ازدواج، اگر تو حکومت اسلامی ازدواج درست صورت نگیره، امکانش بیشتر بر حاکم اسلامی است که امکان ازدواج اول رو فراهم کنند. بر قدرت، اگر اون طبیعت اولی بود، باید بر حاکم اسلامی چی بود؟ در جایی که در حقیقت مردان برایشون محظور پیش آمده، تعدد زوجات رو برایشون تصدیق در رو که اینو نداریم، تعدد زوجات رو نداریم که بر حاکمیت باشد. اگر طبیعت اولی بود، ضرورت جداست، ضرورت ایجاد میکنه، نه طبیعت. طبیعت مال اونجاست که در حالت عادی طبیعتشون میکشه، امکانشون نداره. در حالت عادی اگر حاکم اسلامی تشکیل شده بود با چیکار میکرد؟ اگر میدید مردان پول ندارن، مردان خلاصه تعدد زوجات ندارن، اکثریت زوج واحده دارن، حاکمیت باید همینجا چیکار میکرد؟ تعدد زوجات رو ترویج میکرد. در حالی که اینو نداریم ما اصلا. اما نسبت به زوجیت مثلا ازدواج اول چرا؟ اصلا دیدید که آقا تو پیام‌هاش می‌بینید، تو صحبت‌هاش، این ازدواج اول جزء چیز حاکمیته، باید حاکمیت توی این قدم برداره، تو تاریخ هم هست، توی نظام در اگر در حقیقت این برداشته نشه اصلا اختلال حاکمیت ایجاد میشه، نظام حاکمیت اسلامی ایجاد میشه. مرد نگاه نکنیم صرفا جانم، میگم صرفا از طرف مرد نگاه نکنیم، میخوام بگم این میل رو تو مرد قرار داده، تو یه ذری زنایی که محرومند به این مسئله اجابت بحث. ببین ببین دو تا بحث داریم. ببین یه موقع هست، ببین دو تا بحثه. یه موقع میگیم که طبیعت زن مردینه، میگم اگه طبیعت مردین بوده اگر نتونسته اختلاله، پس حاکمیت باید این اختلال رو جلوشو حل کنه. اصلا کاری ندارم تعداد زن چند تاست، اصلا کاری ندارم تعداد زن چند تاست. اما یه موقع میگیم که تعداد زن زیاد شده، اگر تعداد زن زیاد شده این یه اختلاله، پس راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که امکانی فراهم بشه برای مردان تا بتونن ازدواج مجدد بکنن. این به عنوان یه ضرورته. بیان قبلی علامه که گفت میل مرد دو سه برابر زنه، غریزش میکشه به این مسئله. عرض کردم ببینید اونجا عرض کردم که غریزش میکشه بیش از یک زن ارتباط داره. عرض کردم به این نگاه که گفتم فرق بین علامه با به اصطلاح آقای مطهری تفاوت داره تو نگاه، تو این مسئله تفاوت نگاه دارن. داریم همین رو عرض میکنیم که تفاوت نگاه این است که مرحوم علامه بعضی از کلماتش از این استفاده میشد که چی هستش؟ طبیعت اقتضا دارد. منتها طبیعت اقتضا دارد یه موقع از کل حرفاش صدر و ذیلش با هم استفاده میشه طبیعت ابا ندارد. دقت کردید؟ از کل بیانش استفاده میشه طبیعت ابا ندارد. لذا چون طبیعت ابا ندارد ممکنه حتی در بعضی ها چی باشه؟ افراد دیگه، نه به عنوان طبیعت. طبیعت که گفتیم میشه چی؟ کل انسان ها، درسته؟ کل این نوع. اما اگر گفتیم که طبیعت ابا ندارد، البته توی طبیعتی که ابا ندارد بعضی از افراد این نوع چی هستن؟ شدت داره مسئله درشون. بعضی ها مثلا همسرانشون مثلا دوران عادتشون، دوران مرخصیشون هرچی که هست مثلا طولانی میشه، تحملش برای مرد امکان پذیر نمیشه. خب اونا میشه در حقیقت بحث افراد. طبیعت هم نمیشه، طبیعت هم امساک نداشت از این. اما اگر طبیعت اقتضا این رو داشت، اصلا بر حاکمیت بود که باید این کار رو تسهیل میکرد. اصلا خداوند خطاب اجتماعی به این مسئله است، نه به افراد. خب میگم یک ضرورت اجتماعی، مثلا توی مجلس چند سال پیش اومدن یه قانون تصویب کردن، اگر حالا من به شما عرض میکنم، اگر من به شما عرض میکنم که اگر یه موقعی تعداد زنها کمتر از مردها شد چی میگید؟ حالا اگر فرض، حالا فرض مسئله بکنید، اگه تعداد زنها کمتر از مردها شد چی میگید؟ تهدید نسل دیگه. خب میگم میل به نه تهدید نسل چیکار؟ ببینید تو این نگاه اگر نسل بیشتری داشته، اگر طبیعت قانون میاد جلوشو میگیره و جریان، اگر طبیعت اقتضای این رو داشت باید این چی شده باشه؟ نقص در عالم خلقت باشه. اصلا عالم امکانش هست اصلا که امتداد زن از مرد کمتر بشه، اگر چه با تعقوب داره خیلی، چون خیلی دیگه شو اگه یادتون باشه اون رو خونده دیگه، گفتیم شما اگر میخواید ازدواج مجدد بکنید نوشته بود که 67 سال به بالا تعداد مردا بیش از تعداد زنا بیش از مردا میشه. ولی تا قبل از 67 سال خوندیم آمار از سوی جمعیت جهانی خوندیم براتون دیگه، تا قبل از به سر چیز همین الان میگن تعداد پسرهای آماده ازدواج تو ایران، حالا با آماری که کشور خودمون میده، 1,000,000 نفر بیشتر از دختراست تو کشور خودمون حالا میده. یعنی خب با این قانون باید منع کنن. پس تو اغلب کشورها تو سن 16 تا
در حقیقت نمیدونم 20 چند سال تعداد مردا بیش از زن هاست. تو بحث بین 16 تا 25 داریم. مون تا ما تو عوامل مختلفی رو دیدیم که سن ازدواج پایین‌تره تو ارجیز، مسائل مختلف رو دیدیم. در این حال اگر بخوایم به تعداد فقط استدلال بکنیم، عرض کردیم به تعداد استدلال رو استدلال با احتیاط بکنید و الا اگر کسی آمار بیاره جلوتون چی میشه؟ به سرعت در حقیقت دلیلتون چی میشه؟ زیر سوال میره. لذا عرض کردیم یکی از دلایل محکمی که میارن تعداد زناست که بیشتر از اینجوری نیست از جهت آماری. حالا اگر آمار غلطه اون جداست، ولی آمارگیری هایی که تو به اصطلاح کشورهای مختلف انجام دادن و سازمان جمعیت جهانی اینا رو ثبت کرده، تو خود ایران انجام دادن ثبت شده، غیر از تولد که بیشتره، اما تا مرز 67 سالگی که میرسه، تو مرز 67 سالگی تقریبا تمام کشورها تقریبا تعداد مردا رو به ازدیاد میره نسبت تعداد زنها رو به ازدیاد میره نسبت مردا، ولی تا قبل از اون نه، یا مساویه یا درصدی از زیاده بر مردا همیشه بوده تو اغلب کشورها. اینجوریه تو ایران به خصوص چی بوده؟ تو ایران به خصوص تعداد مردا الان حالا من دارم به صورت کلیشو میگم، چون وقتی استدلال میکنم به صورت کلی میگم، میگن که تعداد زنها بیشتر از مرداست، به صورت کلی میگم. اما اگر اومدی آمار رو تحلیل کردی، سن ازدواج رو نگاه کردی، در حقیقت زنانی که الان موندن در به صلاح بحث به صلاح اینا رو نگاه کردی، همه رو نگاه بکنی، آفاتی که مردی که ازدواج نمیکنه، زنی که ازدواج نمیکنه، هر کدوم از اینا جدا تحلیل کردی، اون یه بحث دوم و سومی میشه تو مسئله. اما به استدلال به کثرت به صلاح این درست نمیشه، کثرت زیاده مردان بر زنان به صورت مطلق اینجوری راه ندارد. آماده به ازدواج. نه الان بحث آماده به ازدواج. اما هیچ وقت تو تاریخ بحران کلی زنان نداشتیم. حالا اینم ببینید، اینا رو به عنوان ببینید، ببین الان نگاه رو یه جوری کنیم که دقیق باشه، مبتنی بر چی باشه؟ آمار باشه. این بحران کمی چیز نداشتیم، چون بحران تعداد بحث تعداد زوجات هم همیشه چی نبوده؟ قبلا هم بهتر بود که نه تعدادش زیاد نبوده همیشه. آمار گفتیم تو ایران، آمار اینا تو ایران گفتیم، تو ایران آمار این مسئله چقدر بوده؟ از خلاصه 1% تقریبا 1% بوده تو از سال چند 35 به بعد. دوره پهلوی دارن علیه تعدد زوجات میزنن، مجد زن در اسلام داشته در این حال که میزدن، در این حال به عنوان یک قانون رسمی ثبت داشته، یعنی از نظر قانونی ما تو قانون مدنیمون، قانون ازدواجمون تعدد زوجات قانونیه و ثبت داره و تمام مسائل ارث و میراث و تمام اینا طبق این قانونیه. تو میدونی که الان تو قانون ما تعدد زوجات حکمش کمبود نداره، ازدواج موقت حکمش کمبود نداره، تمام اینا ثبت قانونی داره و از قدیم که قانون نوشتن همه اینا توش دیده شده است، همونطور تو اجرا اختلال داشتیم. خب بذارید جلوتر بریم، این با اینجوری حل نمیشه، تا این مسئله میخواستیم امروز تمام کنیم. اسلام در حقیقت ایشو میفرماید که پس برگردان مردان از ذالک ان سیرت هؤلاء الرجال و تفتیتهم سعادت انفسهم و اهلیهم و اولادهم و صفاء جو مجتمعهم فی سبیل شرعهم، همه رو فدای چی کردن؟ هوسشون کردن. یعنی این هوسش رو باعث شده دخترانش، پسرانش، همسرش، دیگران رو، فامیلش رو، همه رو در حقیقت فدای چی کرده؟ هوسش کرده که الان میبینه با این کار این مسئله چی میشه؟ این تنش در خانواده ایجاد میشه، میبینه همه میبارن ازش، میگه اب نداره من به شهوتم برسم، هر بلای سر هر کی میخواد بیاد بیاد. این آیا خودخواهی است یا نیست؟ این گردن مرد میفته یا نمیفته؟ این بدون اینکه زمینه رو آماده کرده باشه، بدون اینکه آمادگی خودش میگه من میخوام انجام میدم، کاری هم ندارم، میگه با کجا اسلام این رو گفته؟ بعد هم میذارن گردن اسلام، گذاشتن گردن اسلام، بدبین میشن به چی مردم؟ بدبین میشن به اسلام، به خصوص که اگه یه روحانی باشه امروز دیگه خدا به داد برسد که فامیل و تب و توار و همه در حقیقت چیکار میکنن؟ از دین زده میشن به خاطر اینکه این آخوند این کارو کرده، این روحانی این کارو کرده. نه چون زندگی بدی داره، زندگیش هم خوب باشه علیهش بد میشن. حتی اگه زندگیش هم خوب، چون مدل تعلل داره خوب زندگی کردم، دقت بکنید ببینید، چون شرحش رو میخواد، حتی ببینید میگه که این اولش که زندگی خانواده خودش به هم میریزه، بعدم خلاصه چی هستش، بعدم بقیه رو بدبین میکنه، بعدم اینو به اسم اسلام این انجام داده، نه به اسم، نمیذاره گردن هوسش، نمیگه من هوس کردم این کارو کردم، میگن تو در حقیقت قانونیش هم به عنوان اسلام داری میکنی که اسلام به من امر کرده برو خود گذشتگی کن زن بگی. یعنی واقعا ما این کلوها رو میذاریم سر خودمون، از خود گذشتگی کن برو زن دوم بگی. به هر
الان ما دوستایی داریم خوب تشکیل. من حرفی ندارم. خوبن. خب یعنی زن و دو تا زن با هم خیلی خوبن. بله. تمام اطرافیان از همسایه‌ها، از پدر خانم، مادر خانم، از دوستان. یه سری دوستان زنا داشتن که با اینا هر دو با هم رفیق بودن. بعد فهمیدن اینا با هم حووان، همه اینا رو ترد کردن. بله. اصلا چرا شما دو تا رفیق با هم حووین؟ علتش اینه که با هم خوبن ولی بازم جالب نداره. عشق نمی‌خوام بگیم که ببینید یه بحث این است که شما میگید که ما میگه تعدد زوجات امکان نداره. ما که اینو نمیگیم که میگیم اگر تعدد زوجات منجر به اینها میشود، اینها اختلال است تو اجتماع. میگین اختلال رو اسلام نپسندید به هر قیمتی. نگفته تعدد زوجات انجام بدید به هر قیمتی، نگفته این رو. گفته در حقیقت این تعدد زوجات این راه حل بحران است. اگر راه حل بحرانه، اگر خودش بحرانزا شد که در حقیقت متبع نیست. لذا حتی به حاکمیت حق میده جلوشو بگیره توی مواقعی وقتی که مینه داره سوء استفاده بد استفاده میشه و اثرات نامطلوب میذاره. مانعی هم نداره جلوشو گرفتن توی برهه‌ای. نه حکم رو به صلاح چیز کنن، معن کنن، بگن حکم اجراش رو فعلا چکار میکنن، معلق رو کنن. ببین اینا نگاه ها خیلی دقیقه ها، حواسمون باشه که ما یه موقعی اینها رو به صلاح وسیله اون نگاه و تقاضای خودمون قرار ندیم. ما اسلام رو نخواهیم در قد یعتف الهدا علی الهوا، هدایت رو بر هوای نفسمون عطف نکنیم که اون چرا که دلمون میخواد اسم هدایت روش بذاریم و بگیم هدایته. بلدم هستیم از محملهای قانونی و از نگاه قانونی رو وارد بشیم. یعنی عرض کردم یه بند خدایی گفته بود که بازدنش گفته بود که چون آقا میفرماد تعد به صلاح کسرت نسل، من دیگه خلاصه تکلیف خودم میدونم که زن دیگری بگیرم، بلکه زنهای دیگری بگیرم، نسل رو زیاد بکنم. خب تو که دیگه الان داری مثلا دو تا سه تا بچه داری. خلاصه این بنده خدا خانومم گفت خب ولایی، خیلی ولایی تو. خب راست میگی تو، واقعا اینجوریه. یعنی با تکلیف برات، یعنی خب اگر بعد تلفن زد به من گفت آقا واقعا این تکلیف برای ایشون، اگر اینجوریه ما حرفی نداریم اگر تکلیف برای ایشون. من گفتم مگه شما دیگه امکان ادامه نسل از شما نیست؟ گفت خب چرا؟ گفتم خود چرا ادامه نسل رو از شما نمیده؟ حتما ادامه نسل رو باید از کسی دیگری انجام بده، مگه این عیبی نداره او براش؟ اما این رو به اسم آقا گذاشتن، بعد تو اجتماع مطرح کردن که من مطیع آقام دارم این کار رو میکنم، من به ولا دارم امر ولایی رو اطاعت میکنم. خب این چه اثری میذاره اینجوری؟ شهوت خودش رو، میل خودش رو. من به اون آقام صحبت کردم، گفتم حقیقتا میل نفسانیته یا واقعا تبعیت؟ گفت نه من کشش دارم. خب بابا گفتن خود چرا به اسم آقا میذاری؟ خب بابا من کشش دارم بیشتر میخوام. اسلام اینو امضا کرده. خب آجا قریزه شو میکشه. اسلام امضا کرده به عنوان یه قانونی. ما چرا اول طبیعت فطری رو به امضای اسلام میاریم بعد میگیم به خاطر تحوست نرو؟ اسلام اومده این هوس و میل درونی رو امضا کرده تا یه حد، ولی محدودش کرده. کجا آقا؟ اصلا اباحست. دقت میکنیم. چرا بعد تنقیسش میکنیم؟ ببینید اباحست به خاطر شهوتته. خب تا چهارتاش تو با شهوت هم اشکال نداره. ببینید اباحست همونجوری که امر نکاح اول رو تشویق کرده، اونم شهوت دیگه. ببینید اون اباحه نیست. ببین چرا به خاطر شهوت نه تکلیفم برو بگیر. دقت کنید همون اولی رو، همون رو هم اولی رو اگر صرف شهوت باشه که اولاکه یاکلون کما تاکل الانعام باشه، میگه این حیف نونه. یعنی اولاکه یاکلون کما تاکل الانعام، میگه خوردنش خوردن حیوان، میگه حیف نونه، نده بهش اصلا، بدش کو. اولاکه یاکلون کما، میگه کافره. تعبیر قرآن هر کسی مثل حیوان میخوره، میگه کافره. یعکونا که متعکل الانعام. اگر شهوت، فقط نمیگه شهوت اشباع نشه ها، نمیگه شهوت در قدرت وانش، میگه اگر قایتش فقط اینه، نگاهش فقط اینه، این یعکونا که میگه علامه فرمودی، میگه اگر حاکم اسلامی دستش مبسوط الید باشه به این یه زنم نمیده، چه برسه چهار تا زن. اینو که گفتیشون هم این نگاه، میگه این نگاه نباید ایجاد بشه که فقط اطفاء شهوته. فقط نیست ولی محرکش که هست. شما این چون محرک شهوته نباید بگیرید. توی فضایتون باید بگیرید که این آقا متدینه. بله. کار انجام. اگه قرار بود فقط شهوت باشه خب اصلا ازدواج. ببین داره توی فضای الان داره خودشو محدود میکنه. داره که داره ازدواج میکنه. تعهدش یه سری تعهدات رو به گردن میگیره. خود این یعنی که صرف شهوت نیست. عزیز من داریم بحث رو ببین تو دنباله چی داریم این بحث رو میاریم تو دنباله. ببین تو دنبال نه ببین تو دنبال نه گفتیم هر کی تعدد زوجات داره شهوته. میگیم اگر یه کسی میبینه که تعدد زوجات رو به دنبال منافعش بود، به دنبال در حقیقت چی بود؟ امر الهی بود،
به دنبال این بود که یک مشکلی رو حل بکنه، درسته؟ اگه میبینه یه مشکل حل میکنه، ده تا مشکل الان اضافه میکنه، چیکار کنه؟ الان تو ازدواج اول کی با این نیت ازدواج میکنه؟ اصل اینه که یه مشکلی رو حل کنه؟ تو نگاه اول اطفاء شهوت محض نیست، یعنی میرسه به سن بلوغ زندگی میخواد، اما تو نگاه ببینید تو نگاه دو چیزا اون مفسده نداره ازدواج اول، تو فرهنگش هست، دقت بکنید تو فرد تو ازدواج دوم میگه تو میخوای یه اصلاحی رو بکنی، تو میخوای یه کاری رو انجام بدی، 10 تا کار رو الان خراب کنی یه کار انجام بشه، من نمیخواد اصلاح کنه، خود شهوتشو اشباه کنی، همین رو داره میگه، میگه اگر تو شهوتتو میخوای اشباه بکنی، اگر کسی مشکل داره مریضیه، مثلا زنش مریضه، اشباه نمیشه شهوتش تو حالات اول، این اگر اینجوری باشه میگه ایب نداریم، به گناه میخواد نیفته، اما اگر کسی است که نه اینجوری نیست، حال تنوع طلب شده، این تنوع طلبیش رو اسلام مباح کرده کار رو، اما به قیمت ده ها مفسده داره تمام میشه، کینه خانوزنش، بچهش، اطرافیانش، جدا شدن از دین، میگه انجام میده، میگه ابن نداره انجام دادی، حرام انجام ندادی، گناه انجام ندادی، اما از یزید بدتری گاهی، چون عده رو به دین بدبین کردی، عده رو از دین خارج کردی، همون جریانی که نسبت به عاشق عبدالکریم میگم، عاشق عبدالکریم رحمت الله علیه گفته بود که بابا این محلل چیکار کرد؟ کار خلاف شرع انجام نداد، همش مطابق شهر بود، اما بعد که ازدواج کرد با این شخص دید نه خب این دختر جوان خوب اینم سن و سال دار کی میمزنه این بشه، اینا دیدن از دنیا منصرفه گفتن خب میریم محلل میشه، بعدم پس میده دیگه، بعدم گرفت دید نه چرا پس میده، زن دق کرد، مرد دق کرد مرد، این زنم دق کرد مرد، آشقفه گفته بود که این کار خلاف شهر انجام نداد، اما یزید بدتر بود، از شمر بدتر بود، پس میشه در حقیقت فسادی تو دین ایجاد بکنیم که در حقیقت این چی باشه با اینکه خلاف شرعی هم نکردیم، چون این احساسات منفی فرض است به خود معصومیت است، فرض نادریه، ولی کسی که تنوع طلب باشه اسلام صیغه رو تشریح کرده، اصلا حماقتی میخواد برای تعدد زوجا، نه اینجوری نیست، گاهی اون زن گاهی اون زن قبول نمیکنه الا به این، گاهی اون زن قبول نمیکنه الا به این، یعنی از اون طرف نه گاهیش هم زیاده، نه گاهیش هم زیاده، من خودم همین الان سراغ دارم که طرف رفته برای ازدواج موقت هم خواست، زن گفته نه فقط دائم، اگر میایید به عنوان طرف اگر دائم میایید همین بسیار شاید مولای مثلا هفته گذشته بود یک کسی اومده بود میگو خلاصه گفته فقط دائم چیکار کن، یعنی اگر در حقیقت میگه این خوی انجام میده چون میلش کشیده به این دیگه، یعنی این باعث همه زندگیشو به هم بزنه، همه کارا رو به هم بزنه، من بابه که چی شده، یعنی تحمل پذیری رو بالا نمیبرم، یعنی دنبالی نیستش که بگه که آقا اگر من فعلا به قیمت این تمام میشه که خیلی ها در حقیقت به از دین بیزار بشن، بدبین بشن، من در حقیقت چکار بکنم؟ کوتاه بیام، یه قدری تحمل بکنم، با همسرم رابطم قوی تر بکنم، اسلام که نگفته واجبه که بگم دین خدا حکمش بر زمین میمونه، که اینجوری نیستش که بگه واجبه بگم حکم خدا بر در هر صورت باید انجام بدم، چیزی که میفهمید به حال وقوعی نیست، ولی خب مواردش خیلی کمه، اینکه این طرف تو تنوع طلبی داره میره، اون زنم قید کرده فقط به دائم بنده مثلا میام با شما ازدواج میکنم، خب این چند نفر فرض داره، با این نمیشه این قاعده کلی رو چیز کرد، شما بگید که اینجا شما بگید اینجا اگر شما بیاید این حکم همینجا قبول بکنید همین قدش خیلی، همین قد اینجا قبول بکنید، بگید اگر که همین قدش قبول ببینید، یعنی نه حاکم شهر کار نداریم، خود میگه که ایشون که داره میگه که این در حقیقت عائدون الی رجاله، این مفسده عائدون الی رجاله، برمیگرده به مردم، معصومی همسر امام صادق، بله. تو اون سفر حج، بله. همسر امام کاظم و کنیزش جمع شده بود، صبح گرفت سر کنیز و حراشی، سال بعد میگه اومد بر راب دوباره برم، بعد امام گفتش که میدونی اینجا کدام منزله، امام گفت همون جایی که سال قبل تمام اعمال شما حفظ شد، یه شوهر بهتر از امام صادق، خب همسر امام صادقه، ولی این حس منفی رو داره، ببینید ما تو اولیای الهی اینا رو داریم، بهترین مرد توی عدالت و اینها، ولی این باز حس حساس منفی هست، این که اون کنیز منفعت برده، این نگاه اصل دقت بکنید، اصل این که این حکم دین است، اصل این که اصل اجراش اشکالی ندارد، اما لوازمه که یه موقع از طرف میگه که آه من در حقیقت حسادت میکنم، میگه خب این مقدار حسادت که ایب ندارد، که
اما یه موقع هستش که فرهنگ به طوری جا افتاده که این بس فقط حسادت نیست. الان تو خانواده هایی که تعدد زوجات شده ده ها موردش رو بنده فقط مثلا مشاور بودن تو مسئله، ده ها موردش رو، غیر از اون که زن اول پاشیده رفته که هیچ، اون که عادیه، یعنی تقریبا مطابق قاعده است، استثناش کمه، یعنی استثنا داره کمه، زن اول و بچه ها بریدن رو رفتن، اون که جدا، یعنی اون که دیگه چون میگه من تحمل ندارم میبره و بعدم بریدن او منجر به این میشه تو ادامه زندگی فساد و مشکلات و دردسرها و بدبختی ها و بیچارگی ها همه اینا پیش میاد، این که قطعیه تقریبا، احتمال خلافش کمه، یعنی احتمالی که زن بماند کمه، میمونه باز خودش میره زن دوم میشه. نه اینجوری زن دوم نمیشه. نه حالا یه موقع مورد شما اونایی که ما میشناسیم بچه داشتن، بچه داشتن مراجعه نمیکنم، اونایی که مشکل ندارن، حالا اونقدر که به ما مراجعه کردن، اونایی که به ما مراجعه کردن، اونایی که به ما مراجعه کردن اینا یا اقلا اون اوایلش که اون بعدا ممکنه بعدا چند سال بعدشون رفتن مثلا ازدواج مجدد کردن نمیده، اما ببینید این مسئله چقدر اختلال ایجاد میشه تو جامعه. کسی میخواسته رفع اختلال کنه. حالا بذارید خود بریم جلو، بذارید خود بریم جلو دیگه، اجازه بدید خود بریم جلو. بله همه دعوایی که اون بدبختا اشکال کردن همین، شما رو دین به عنوان ادعای خودتون میگید. نه اینو به عنوان ادعا نمیگیریم، میگیم که ببینید تو اسلام اومده شرایطی رو گذاشته، نگفته هر مردی از هر جایی سر بلند کرد بره ازدواج مجدد بکنه. کینه پیش میاد شما میگید نه پیش میگم همین رو داریم مرحوم علامه، همین رو مرحوم علامه داره همین رو میفرماید، میفرماید که اگر مرد درست انجام بده، حالا بیان میکنه شهید مطهری هم اینا رو جزء بشه، خب بذارید عرض بکنم، یعنی علامه همه شبهه رو یک جا آورده بعد شروع کرده به جواب، بعد از این آقای مطهری شبهه رو تیکه تیکه کرده، زیباتر شده، هر تکه رو جدا جواب داده، میگه آقا اینجوری نیستش که طبیعت آقای مطهری تو اینجا این طبیعت این که بگیم که اگر به ازدواج متعدد کشید حتما به کینه و نفرت تبدیل بشه نیست، چنانچه مثالش در این است که وقتی شما نگاه میکنید میبینید که یه خانواده با پدر و مادر با فرزندان متعدد، یه پدره یه مادره اما 10 تا فرزند دارن، 5 تا فرزند دارن، هیچ موقع فرزند دوم و سوم و چهارم و پنجم با اینکه پدر نسبت به فرزندانش یا مادر نسبت به فرزندانش محبتش از فرزندم که یه پدر بیشتر نداره بیشتره، یعنی پدر نسبت به فرزندانش محبتش بیشتره یا فرزند نسبت به پدرش، قاعده این است که پدر نسبت به فرزندانش با اینکه چند متعددم هستن تعدد بدی، درسته که یه فرزند باشه توجه بیشتره، همه امکانات صرف او میشه توجه بیشتره، اما محبت دلیل ندارد که برای که چی باشد، دلیل ندارد که، لذا این گونه نیستش که اصل مسئله امکان پذیر نباشد محبت نصف بشه، ممکنه وقت در حقیقت ارتباط کمتر بشه اما دلیل بر اینه که محبت نصف بشه، لذا اگر مرد درست برخورد بکند و نشون بده زنم احساس نمیکند که محبتش نصف شده یا کم شده، بله میفهمد که توجه کمتر شده چون وقت کمتره، حالا باید تقسیم کند، حالا باید همیشه نمیتونه، اینا رو ببینید دقت در جواب، دقت در شبهه و جواب میتونه چی باشه، شما اصلا نگذاشتید و عبور بکنیم از اصل مسئله، داریم تقریر مسئله رو میکنیم، همه یک صدا خلاصه، ما فکر کردیم اینجا دو جناحه، کم کم فهمیدیم که نه یه جناحه، بله بله معلوم مرض مصری شد خلاصه که کم کم بله نه اختزایی نیست، برید خلاصه ببینید چه بیچاره میشه، همون مسجد رو داشته باشه در بس وقتی که توی جامعه پذیرش نداره اختلاف شأن حساب نمیشه، از این طرف شاید بشه بگید ببینید اینو به صورت نه اینو به صورت مطلق نمیتونیم بگیم اگر جامعه کشش نداره خلاف شأن حساب بشه، چرا؟ علتش این است که اگر یه حکمی آمده برای این که در حقیقت حل کنه مسئله رو، مسئله مشکل رو حل، اگر ما به خاطری که فرهنگش نیست همیشه دست بهش نزنیم و اصلا درستش نکنیم، خب این مشکل دائما روز به روز افزوده میشه، حل میشه که، پس این قانون کلا متروک میشه و مطروح میشه، اما باید در حقیقت درست اقدام کرد، باید در حقیقت با دقت اقدام میرم از هر کسی هر جوری میبازم که نه اینم نه، نه اونجوری که کلا ترک باشد نسبت به مسئله چون الان جامعه کشش نداره، نه اونجوری که پیش قدمش اول روحانیت بشه، خب که اگر میخوان اتهامو بزنن به کی بزنن؟
آقا میگه متقین اقدام کنن دیگه، بهتر از روحانیان. شما تشویق کنید، شما تشویق کنید متقین از مردم رو، نه اینکه بگید تعدد و زوجات کنید که بعدا بگن آخوند اومدن خونه دار رو بزنن. بگید واقعا اونی که میتواند این شرایط عدالت رو رعایت بکند، میتواند در حقیقت این رو همسرش رو راضی بکند، شرایط رو فراهم بکند، اینها اول اقدام بکنن. اگر اینها اول اقدام کردن تو طول یه قرن این در حقیقت فرهنگ سازی میشه، ولی نوبت شما نمیرسه دیگه. نگه بگید که یک دو سال باشه که زود نوبت ما هم برسه. حالا بذارید دیگه تربیت از پیامبر شروع شد دیگه. خدا به پیامبرش میگه تو کثرت بگیر. ببین جریان پیغمبر اولا ببینید زنان پیغمبر رو تحلیل الان روش داریم، میرسیم که ازدواج تعدد زوجات در نبی، تعدد ازواج نبی رو میرسیم تحلیل او. یکی هم تعدد زوجات از اسلام آغاز نشد، از قبل از اسلام بوده. اسلام بحث تعدد زوجات رو تو بحث کشورهای عربی و جای دیگر خودش نیورده و لذا در جای دیگری بوده، اسلام اومد ادامه داد. لذا اینجور نبود که بگی پیغمبر شروع کرد، خودش اولین نبی خودش شروع کرد. نه، ابراهیم خلیل هم شما ببینید چی داشته، تعدد زوجات داشته، انبیای دیگه هم داشتن تعدد زوجات داشتن. شأن روحانیت پیغمبر بله؟ حالا سیره انبیا بوده، ولی ببینید پیغمبر، حالا بعد خواهیم گفت پیغمبر صلوات و سلام علیه تا وقتی حضرت خدیجه رو داشت یکی بود، امیرالمومنین تا وقتی حضرت زهرا رو داشت یکی بود، حتی پیغمبر هجرتش تنهایی بود به مدینه، یعنی زن نداشت. پیغمبر وقتی هجرت کرد از مکه به مدینه همسر نداشت، اون خدیجه دنیا رفته بود سلام الله علیها، هنوز همسر جدید. پس معلومه مدتی هم پیغمبر حتی بی همسر بوده، حتی بی همسر بوده. بله مثل که دیگه نذاشتید ببینید دیگه اعتراض این... رجال کردم ما دیگه نتوسیم فهمو کنیم. نه غیرتی نشید اینجا خلاصه روحانی رفت زن دوم گرفت، تا چند ماه نقل تمام مهمانی ها و دور هم نشینی ها و اینا این بود که فلان روحانی رفته زن دوم گرفته، کل دید شهر رو نسبت به روحانی ها رو خراب کرد.